دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. میخوام یه ویدئوی متفاوت خدمتتون تقدیم بکنم که یه بعد اقتصادی و همچنین در واقع کسب و کاری داشته باشه توی صنعت پرورش مرغ و گوشتی. تو فصل تابستون هستیم، نمای خیلی قشنگی داره این ویدئو، سالن ها در حال شستشو هستن، ولی کاری که داره تو گیلان انجام میشه سالن مرغداری توسط یک سری تیم های حرفه‌ای شسته میشه و در واقع بابت اونم هزینه دریافت میکنن. البته من در مورد هزینه و اینکه چه شرکتی ارائه دهنده این موضوع هستش صحبت نمیکنم، فقط میخوام بگم که به چه شکلی اجرا میشه. معمولا برای حدودا 2000 متر سالن، یعنی 1000 متر طبقه دوم و 1000 متر طبقه اول، دو تا پمپ کارواش به علاوه 3 یا حالا ماکسیموم 4 تا نیرو میتونه در واقع این کسب و کار رو شروع بکنه. یه تیم شستشو شما ایجاد بکنید و برای شستشو سالن‌های مرغداری اقدام بکنید. این تیم شستشو در واقع با پمپ کارواش فشار قوی میان توی سالن و تیم حرفه‌ای که هم شستنشون شستن حرفه‌ای هستش و هم سالن رو برای شما برای مدت زمان کوتاه‌تری آماده می‌کنن. کسی هم که هر روز داره سالن مرغداری می‌شوره مطمئناً تکنیکش و کارش و اینا می‌تونه سریع‌تر و دقیق‌تر از کسای دیگه باشه. به نظر من میشه این کسب و کار رو توی شهرستانا در واقع استارت کرد و شما بیاین مثلا یه تیمی رو تشکیل بدید که بیان توی فضایی که بشه صحبت کرد. مثلا شما یه تیمی رو تشکیل بدید، به هر حال دو تا سه تا جوون باشن که بیان دو تا پمپ کارواش تهیه بکنن، بیان این کار رو انجام بدن. کار خیلی قشنگیه، در واقع یک استایل جدیدیه. بیان سالن رو برای شما شستشو بکنن. حالا میشه برای ضد عفونی کردن هم در واقع از همین تیم استفاده کرد و یه کار خیلی قشنگه. مثلا تیمی هست که میاد کود رو برای شما بارگیری میکنه توی شهرستان خودتون یا توی شهر خودتون، یه تیمی رو ایجاد بکنین که این تیم بیاد در واقع سالن رو هم شستشو بکنه. من یه نمایی از حالا اینجا شستشو سالن هم میذارم. حالا بریم سالن بالا که شستشو شده رو بهتون نشون بدم. خب دوستان، اومدیم طبقه دوم که شستشو انجام شده و کارش تموم شده. خب خداییش هم من حالا تجربه 3 ساله خودم رو تو این زمینه توی این سالونی که کار میکنم به شما نشون بدم. خب این سالون هنوز در واقع مراحل نهاییش انجام نشده، باید یه بار شوینده استفاده بشه توش و بعد یه بار دیگه شستشو بشه. اما داریم نگاه میکنم تک و توک میبینه که خب برای کود نیست، ولی خب با توجه به کف سالون که خب خلل و فرج داره و یه مقداری هم در واقع کامل مسطح نیست، یه سری از بخشاش مثل این قسمت حالا یه مقدار نیاز به ترمیم داره، ولی خب خداوکیلی سالن رو بچه ها خوب میشورن. اگه تیم خودمون بخواد این کار رو انجام بده انرژی بره، مدت زمان بیشتری رو میبره، سالن دیرتر آماده میشه. شما تو این پارت میتونید یه استراحتی بکنید، میتونید در واقع محوطه رو تمیز بکنید و به عنوان یک مقدار دارم عرض میکنم. مزایای خیلی خوبی برام داره شستشو سالن توسط تیم حرفه‌ای. به شما این امکان رو میده که سالنتون رو به موقع آماده بکنید و با ظرافت بیشتری بشورید. اکثر مرغدارایی که دارن سالن مرغداری در خودشون رو در واقع دارن، کسب و کار خودشون دارن، اکثرا در واقع آدمای وسواسی هستن. ببینید خب گوشه های سالنم خوب شسته شده، من میگم تجربه 3 ساله هستش. علت اینه که ریز نمیشم به خاطر اینکه ببینید این لتر هم نگاه بکنید چقدر تمیز، حالا البته تو نور هستش خوب مشخص نیست، اما خب خداییش خوب شسته شده. حالا کیفیت دوربینم خوبه، میتونم به شما نشون بدم. یا حالا درزایی که مربوط به این گاردای در واقع چوبی هستش که معمولا درزای خیلی کثیفی دارن، خودم هم یه بار سالن رو چک کردم. خب این کسب و کار رو اگر شما میخواید تو یک شهری رو اندازی بکنی، به نظر من دو تا پمپ کارواش میخواین، لانس و به علاوه شلنگ میخواید، سرمایه گذاری اولی دارین، یه تیم خوب جوون خیلی ترتمیز اوکی باشه که
در واقع میخواد این کار رو برای شما انجام بده و به نظر من جواب خوبی هم میگیرید و میتونه بسیار به شما کمک بکنه تو این زمینه این کسب و کار رو استارت بکنید و یک سبک جدیدی رو تو استان خودتون تو شهر خودتون ایجاد بکنید. این در واقع سیم هایی که گره خورده مربوط به هیتر خدا وکیلی خوب شسته شده به نسبت اینکه این تیم بیاد ببینید مردار میتونه انرژی بذاره تمام خلل و فرج رو بشوره خیلی دقیق تمامش رو اسکاچ بکشه، آره، ولی خب انرژی زیادی از مردار ما میبره، انرژی زیادی از من خواهد برد. من که دکتر دامپزشکم به هر حال کسب کار رو شروع کردم، بخوام دوباره بیام لانس بگیرم، بخوام به هر حال بیام پالسر پرسنل باشم و اینا خیلی کار سختیه. این کار داره انجام میشه توی گیلان، گفتم در قالب یک ویدیو به شما نشون بدم که چطور میشه در واقع کار شستشو سالن های مرغداری رو به عنوان یک کسب و کار توی شهر خودتون استارت بکنید و از اون بتونید در واقع یک هم کار جدید ایجاد بکنید، هم یک تفکر جدید رو توی منطقه خودتون و شهر خودتون برپا بکنید. بیشتر برای جوانایی هستش که دنبال کسب و کار توی این صنعت میگردن و به نظر من یک نکته خیلی جالبه که میتونید روی اون حتما فکر بکنید. خیلی ممنونم که به این ویدیو توجه کردید، امیدوارم همیشه سالم و سلامت باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، خدا نگهدار.